جان یه جمله حقیقتاً زیبایی هست که در طی روزها، در طی سالها، حتی اگر یک عمر تکرار شود اما ثابت نشود، دیگه یک جمله دلنشین نیست، بلکه یک تکرار دلازا خواهد بود. چرا که هم گوینده باور نداره این رو و مطمئن هستش که آنچه داره میگه نمیتونه حقیقت داشته باشه، پس از درون از اون عشق و محبت خالی هست و هم شنونده، چرا که میدونه درش قدرت و توانایی اون واژه‌ای که به نام وفاداری هست ازش عاجز خواهد. بنابراین چون هیچ اعتباری در این جمله زیبا نیست، هیچ آرامشی نه برای گوینده و نه برای مخاطب خواهد بود و گاهی حتی ترس و نیگرانی رو میتونه ثمره بده، چون حقیقت نداره که مانع بروز حتی شجاعت و اقتدار و یک همت خوب در شخص خواهد شد، چرا که شالودگی اون دروغ بوده. از این رو عیسی مسیح در ابتدا وفاداری رو تعلیم می‌دهد و مبادا مریدانش به اسارت ریا و تظاهر و ظاهر سازی آلوده شدن، همون گونه که در انجیل متی 6:7 اعلام میکنه: چون عبادت کنید مانند امت‌ها، یعنی اونهایی که ادعا میکنن خدا رو دوست دارن ولی خدا رو نمیشناسن، نباشید. چون عبادت کنید مانند امت‌ها تکرار باطل نکنید، زیرا ایشان گمان میبرن که به سبب زیاد گفتن مستجاب میشه. میمان شاید بزینگونه: یکی رفت و یکی موند، یکی از قصه‌هاش خون. میان در حضور خدا، میان تو کلیسا، با خدا عهدی رو میبندن ولی گویا انگار همیشه نیستن، تا یه مشکلی همیشه دیگه نیستن. خیلی هم میان تو کلیسا مشکلشون حل میشه، خیلی هم میان تو کلیسا وقتی هم مشکل دیگه ندارن دیگه نمیان، خیلی هم میدن دوباره بیرون مشکل دارن، میگن قبل مشکلات داریم و نمیتونیم کلیسا بیاییم. یکی رفت و یکی موند، یکی از قصه‌هاش خوند. یکی برد و یکی باخت و یکی با قسمتش ساخت. و یکی رو میبینیم که متاسفانه زندگیشو میبازه و دیگه کاری به خدا نداره، یکی تصور میکنه که یه امور قسمت داره زندگی میکنه پس فایده نداره از خدا اگر بخواد، یکی رنجید، یکی بخشید، یکی از آبروش ترسید که بگه من مسیحی هستم، دیگه پس من اقامتم رو گرفتم، خیلی هم برم کلیسا همه میفهمن من مسیحی هستم، اگه همه جا اعلام کنم من ایماندار هستم تو محل کارم منو بیرون برم. یکی رنجید، یکی بخشید، یکی از آبروش ترسید، یکی بد شد، یکی درد شد، یکی پابند مقصد شد، هدف رو پیدا کرد، امیدوارم نه مقصد زندگی شد که اومدم آمریکا فقط به دنبال ثروت باشم، خوشی‌ها باشم. توی ایران مسیح رو داشتم، اینجا دیگه ندارم. اولش مسیح رو داشتم، اما حالا دیگه باشه کاری ندارم. آمریکا کشور فرصت‌هاست، ثروت بدار، به دنبال ثروت. یکی بد شد، یکی رد شد، یکی پابند مقصد شد. تو اما باش، خدا اینجاست. آمین. قدر مسلم وفاداری میاره، به طور خاص وقتی به کلام خدا، به وعده خدا وفاداری. نویسنده این مزمور 18:25-26 از شریف اعلام میکنه: ای خداوند، تو با اشخاص وفادار هستی و مردم نیکویی میکنی، با کسانی که پاک هستن به پاکی رفتار مینمایی و با کسانی که کجرو هستن مخالفت میکنی. خدا نمیخواد مانع خوشبختی کسی بشه، ولی وقتی ما فرزند خدا هستیم و به او این ایمان رو داریم، مسلم بدونیم که در جایگاه دیگه نیستیم که از اون بود بشیم. تازه وقتی مسیح ما ایمان میاوریم، اینو بدونیم که جنگ‌های روحانی شروع میشه، مشکلات و سختی ها هستش، اما این رو نیز باید بدونیم اگر مشکلات و سختی ها هست، خود خداوند در کنار ما هست. اون وعده داره که ما را هرگز رها نمی‌کنه،
پس مجالی رو ندیم. اگر میبینی به مسیح ایمان آوردی که در این موقعیت زندگی تو آلوده سختی و غم مشکلات شده، بیشتر نزدیک مسیح شد و کمتر شیطان تو را اذیت کنه. هرچی نزدیک اون باشی، شیطان سخت‌تر میتونه به تو نزدیک بشه. هرچی از خدا و مسیح دور میشی، به تو بیشتر آسیب میزنه. پس روشش این نیست که کلیسا نمیرم چون خیلی مشکل دارم، خیلی سختی ها هست. این مساویه با بی‌وفاییه. اما این گونه نمیتونیم عمل کنیم به اعلام پیروزی. به مسیح ایمان آوردی، باید کنار مسیح بایستی تا مسیح برای تو بجنگه. چرا خودت برای خودت بجنگی؟ هیچ کجای کلام خداوند چنین تعلیمی رو به ما نمیده. برو 14:14 میگه تو نجنگ، بذار من برای تو بجنگم.